با فیصله کمیته مختلط شورای ملی درباره قانون ضبط احوال نفوذ، سر و صداهای در مورد فیصله این کمیته در محافل سیاسی و غیر سیاسی بالا گرفته است. شماری از اعضای مجلس نمایندگان رئیس جمهور غنی را بعد دامن زدن به اختلافات قومی متهم می کنند و می گویند که آقای غنی با صدور فرمان تقنینی در مورد قانون ثبت احوال نفوذ در پی تشدید اختلافات قومی در کشور است. این اختلاف از عقد شروع شد، با صدور فرمان شروع شد. ما در این مسئله مقصر نیستیم. ما قانون تصویب کرده بودیم، نمایندگان محترم تصویب کرده بود، جایی برای بحث وجود نداشت. مشکل قانونی و حقوقیش از کمیته مختلط شروع شد. مشکل قومیش از عرق شروع شد. اعضای مجلس نمایندگان میگویند که فیصله کمیته مختلط با مشکلات حقوقی و قانونی همراه است و توزیع شناسنامه‌های الکترونیک مطابق فیصله این کمیته پذیرفتنی نیست. قانون رفت توشی شد. قانون قبل از اینکه به انفاذ بیاید، قانون دوباره به فرمان رئیس جمهور میآید و یک نفاق ملی را در افغانستان دامن میزند. بنابراین ما نیاز به فرمان نبود. شماری دیگری از اعضای مجلس نمایندگان همچنان فیصله کمیته مختلط را خلاف قانون می‌دانند و می‌گویند که اعضای مجلس نمایندگان در کمیته مختلط از مصوبه این مجلس حمایت نکرده است. تعدادی حضور نداشتند از اعضای ولسی جرگه و تعدادی هم که حضور داشتند از مصوبه ولسی جرگه دفاع نکردند. اگر کسایی که تعیین میشه باید به خاطر دفاع از مصوبه ولسی جرگه تعیین شود و دفاع بکنند. گفتیم به این نام افغان سانی یک نام بزرگ است، همه زیر امی چطر. اگر شما از به افغان بودن تاکید میکنین، افغانستان محدود میسازن به افغان، این جفاست در حق ملت افغانستان. به این افغانستان بودن قبول کنین. کسی که مرا در آجندهای مختلف گرفته چرا مرا خبر نکردم؟ امی نام مرا کی گرفته؟ یک گوش که تو گپ دوم میرداد نشنوی پارلمان را به بحران خود بود کشیدگیست. نزدیک به یک ماه از فیصله کمیته مختلط در مورد قانون ثبت احوال و نفوذ میگذرد، اما هنوز هم جنجال ها بر سر درج واژه های ملیت، ملت و دین در شناسنامه های الکترونیک پایان نیافته است.